بیشتر صحبت کنیم در این باره با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر غلامی، به عنوان یک پزشک بفرمایید علارغم پیشرفت ایران در دهه‌های اخیر در رشته‌های مختلف پزشکی، دلیل وضعیت به وجود آمده فعلی برای پزشکان ایران چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی. گزارش مبسوط شما کامل بودش و به نظرم مطلب رسوندش. من در تایید اون باید عرض کنم با عنایت به اینکه اولویت کشور اونی که بایستی باشه و مسائل اولیه و اساسی انسانی نیازهاش هم از مادی، معنوی، محیط زیست چون بهش پرداخته نمیشه و اینکه کشور و اولویت‌هاش در موارد و شرایط دیگه تمرکز پیدا کرده، تمام جوانب کشور آسیب داره می‌بینه، از جمله جامعه پزشکی. از اونجایی که جامعه پزشکی مورد اقبال و توجه کافی واقع نشده، این قش متأسفانه در حال فرسایشه، علی‌رغم اینکه بین سال‌های دهه‌های 60، 70، 80 ما با عملا با گسترش و اشاعه و کیفی و خدمت شما رسانم کمی جامعه پزشکی بودیم، حتی مدارج خوبی رو در جهان دست آورده بود، متاسفانه در دهه 90 رو به افول در خدمت. بله، در صورت تداوم وضعیت موجود چه آینده‌ای برای کادر درمان و بهداشت در ایران متصوره؟ متاسفانه چون جامعه پزشکی اون چی که انتظار میره با عنایت به طولانی بودن مدت تحصیل، طرح اجباری کار که اگر در نظر بگیریم 20 سالگی شروع بشه به 40 سالگی میرسه، تازه بایستی پزشک بیاد برای اینکه امکانات اولیه زندگیشو فراهم کنه، تو فشار شدید این تحصیل، طرح اجباری کار، دستمزد بسیار پایین و اینکه فشار سنگین کاری و متاسفانه یک سیستم مافیایی هم در بیمارستان آموزشی در درمانی ما حاکمه که متاسفانه کار رو اون کسی که موفقاً به زیر دست و نهایت به سطوح پایین رزیدنت ها متاسفانه با دستمزد پایین، فشار پاله کار، اینا باعث میشه که متاسفانه رضایت پایین بیاد، تحلیل بره روحی روانی و این مشکلاتی که شاهدیم از جمله افسردگی و تمایل به خودکشی و خودکشی ها رو شاهد باشیم. بله آقای دکتر غلامی، پدیده هایی چون بیمیلی به ورود به رشته پزشکی، عدم تمایل به ادامه تحصیل در مقطع تخصصی، مهاجرت، خودکشی و نظایر آن چرا در رشته های مربوط به درمان و سلامت فراگیر شده؟ همونطور که عرض کردم این مشکل اقتصادی مبتلا به جامعه، سطوح مختلف جامعه رو متاسفانه به شدت تحلیل برده و داره میبره. ما متاسفانه اولویت برای جمعای امور ما مسئولین کشور بایستی به نیازهای اساسی و مبرم در این رونفسای رقابت سنگین منطقه جهانی به اینا پرداخته بشه، به یک سری اولویت‌های دیگه متاسفانه تمرکز دارن. بله. و پزشکان قاطبه جامعه علمی اون که شأنش حق بشه، مثلا بنده که پزشک خانواده در شهرستان نکا استان مازندران هستم، خدماتی که بنده میدم دقیقاً رقم و هزینه رو دریافت میکنن که نزدیک 7-8 برابرش رو ترکیه همکار من داره دریافت میکنه. این تفاوت زندگی متاسفانه تاثیرات خودش رو میذاره، از شمول مسائل این که اقبال کم بشه، این که ترک تحصیل صورت بگیره، این که مهاجرت بشه و متاسفانه دپرسشن، دیپرسشن آید، خودکشی، چیزا رو شاید باشه. بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران. We'll be right back.